خبر عاجل، ربوده شدن سید باقر محسنی. با نام خداوند بخشاینده مهربان. خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای کانال خبری وان اسمارت. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال خبری ما را سابسکرایب نمایید. در ابتدا میپردازیم به خبری که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت. افغانستان اینترنشنال می نویسد منابع از بازداشت سید باقر محسنی خبر دادند. این استاد دانشگاه بارها از سیاست های طالبان انتقاد کرده. او در آخرین پیامش در فیسبوک نوشته که مناظره او با نعیم وردک سخنگوی طالبان در قطر به دلیل فشار گروه حاکم از نشر باز مانده است. محسنی از عصر روز جمعه ناپدید شده و تلفنش غیر فعال است. محسنی در یادداشت دیگر با انتقاد شدید از بازرسی خانه به خانه نیروهای طالبان، این اقدام آنان را غیر قانونی و غیر شرعی خوانده و گفته است کاربرد زور و ایجاد ترس برای تحکیم پایه‌های حکومت نتیجه چندانی نخواهد داشت. در عصر حاضر حکومت بدون رضایت مردم تداوم چندانی نخواهد داشت. او در مناظره‌های تلویزیونی خود با حضور افراد طالبان تاکید کرده است که انتقادات او از طالبان به معنای طرفداری از فساد در دولت پیشین نیست. پیش از این نیز گروه طالبان فعالان رسانه‌ای و کارشناسان را بازداشت کرده که مورد انتقاد شدید جامعه جهانی قرار گرفته است. اوایل سال روان میلادی فیض الله جلال استاد دانشگاه در پی مناظره بحث تلویزیونی دستگیر شد. با فشار جامعه جهانی، سازمان ملل و انتقاد گسترده مردم از بازداشت رها شد. در عین حال خبرگزاری کاویان می نویسد سید باقر محسنی منتقد صریح الکلام گروه طالبان از دیروز به این سو ربوده شده است. نزدیکان آقای محسنی تایید میکنند که وای از دیروز ناپدید شده و تا کنون اطلاعی از او در دست ندارند. باقر محسنی از تحلیلگران نسل جوان افغانستان است که در داخل نقدهای صریح در مورد رفتار و نگرش طالبان در ماه‌های اخیر داشته است. هنوز روشن نیست که وای توسط طالبان ربوده شده یا گروه‌های دیگر. از آنجایی که روش برخورد طالبان با منتقدینشان حذف فیزیکی یا اختطاف است، ناپدید شدن وای که از سرشناس‌ترین منتقدان طالبان بوده توجهات را بیشتر به سوی این گروه جلب کرده است. در مورد مشابه طالبان اقدام به اختطاف تعدادی از دختران معترض کابل کردند که تا آخرین روزها از آن صورت رسمی انکار میکردند. اما اخیرا خود این گروه اظهارات ثبت شده دختران را نشر کردند. بعد از سقوط دولت اشرف غنی تا کنون صدها قتل در ساحات تحت کنترل طالبان اتفاق افتاده است که همه مخالفین یا منتقدین طالبان بودند. دیروز هم جسد دو دختر جوان در مزار پیدا شد که به شکل فجیانه به قتل رسیده بودند. هرچند سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و خصوص عفو بین الملل بر اساس مستندات و شواهدات طالبان را به قتل ها و اختطاف ها از این دست متهم کرده و خواهان توقف آن شدند، اما طالبان همواره این تحقیقات را به اساس خواندند. در عین حال بشیر احمد قاسانی روی برگه تیزید را خود می نویسد بازداشت سید باقر محسنی نقض تعهدات طالبان در برابر جامعه جهانی در پیوند به آزادی بیان و رسانه هاست. سید باقر دقیق سنجیده و شمرده سخن می زد که در داخل و بیرون از افغانستان در میان مردم برای خود جا باز کرده بود. او متعلق به خانواده شهید مصطفی کاظمی است. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه من بودید. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید تا ما بتوانیم بهترین ویدیوها از مهمترین واقعات روز را برای شما به نشر بگذاریم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.